تو بخش دوم این ویدیو سعی میکنم بهتون نشون بدم که چطوری میشه یه فکر بد و افسرده و ناراحت و یا هر فکر و یا باوری رو تو ذهن یه نفر پاکسازی کرد و از بین برد. و همچنین به یکی از دوستام توی سوئیس زنگ میزنیم و چند تا از فکرهای ناراحت و افسرده رو که تو ذهنش از گذشته مونده سعی میکنیم اونا رو پاک کنیم به طور مثال. اما تو بخش اول ویدیو میام به صورت مقدمه ای یه مقدمه در مورد فکر تو ذهن آدم ها و اینکه چجوری فکر تو ذهن آدم ها ایجاد میشه و این فکرها در کجا قرار میگیرن و به چه صورت هستن و چجوری میشه این باورها و فکرها رو تو ذهن آدم ها پاک کرد و ذهن آدم ها پاکسازی کرد و شخصیت یه نفر از یک شخصیت ناراحت و افسرده یک شخصیت خوشحال و شاد تبدیل کرد. از نظر موضوعی که توی این برنامه ما دنبالش میگردیم، ذهن انسان به دو بخش تقسیم میشه. میدونم که ذهن آدم ها بخشهای خیلی متفاوت دیگه‌ای هم داره و میشه به جورهای مختلفی اونو تقسیم بندی کرد. اما توی این ویدیو ما فقط به این تقسیم بندی دوگانه میپردازیم. به قسمت جلویی ذهن انسان لوب پیشانی یا لوب جلویی میگن و به قسمت پشتی ذهن انسان لوب عقبی و ناخودآگاه میگن. قسمت جلویی ذهن انسان رو خودآگاه نامگذاری میکنن و قسمت عقبی ذهن انسان رو ناخودآگاه نامگذاری میکنن. خودآگاه انسان و قسمت جلویی ذهن همون جاییه که فکرهای روزانه تو اونجا و در لحظه عمل میکنن. وقتی که شما فکر میکنید و از اون فکری که دارید میکنید آگاهید، اون فکر در جلوی ذهن شما و در خودآگاه ذهن شما قرار داره که بهش میگن لوب پیشانی. اما افکاری که شما در روز یاد میگیرید و چیزایی که از اطرافیان یاد گرفتین در قسمت پشتی ذهن که همون ناخودآگاه هستن ثبت میشن و ضبط میشن و حافظه هم از قسمت میانی و تا پشتی ذهن انسان قرار داره. از کودکی به صورت تدریجی و گام به گام وقتی که شما میرین مدرسه از طریق تلویزیون، جامعه و خانواده و دوستان و همه چیزهایی که دور بر شما هست یه سری فکرها به شما منتقل میشن و اصطلاحاً میگن ذهن شما رو شرطی میکنه. یعنی مثلا به شما میگن این جسم داغه، این کار بده، این حرف بده، این کار خوبه. و اینا افکاری که از کودکی آروم آروم تو ذهن شما شکل میگیره و اینکه این افکار توی قسمت پشتی ذهن انسان به صورت یک حلقه یا زنجیری از افکار به همدیگه تنیده میشه و کنار هم قرار میگیره و اینا بیس فکری و باور شما رو تشکیل میده. این افکار دائما در حال اجرا شدن و ران شدن، در چرخه بودن و در پردازش بودن هستن، اما در قسمت پشتی ذهن شما قرار دارن و شما از اون آگاه نیستید. به خاطر همین به اون قسمت میگن ناخودآگاه، به خاطر اینکه شما نمیدونید که چه افکاری الان تو ذهن شما در قسمت پشتی ذهن شما در حال پردازش و در حال اجرا شدن است. خب در روز حدود 60,000 فکر تو ذهن یک آدم در حال اجرا شدنه، اما از اون 60,000 فکر ممکنه 10 تا 15 تاش به خودآگاه شما هم منتقل بشه و شما بفهمید که به چی دارین فکر میکنید، ولی در غیر این صورت خیلی از اون افکار در حال اجرا شدن هستن و ممکنه اون افکار ناراحت یا خوشحالی باشن، خوب یا بدی باشن، یا به شما آسیب بزنن یا نزنن، ولی شما از اونها خبر ندارید. برای افراد بزرگسال این بیشتر اتفاق میفته که از یک چیزی ناراحت باشن ولی ندونن از چی ناراحتن و این به خاطر اینی که یک فکری توی ناخودآگاه اونا در حال پردازشه و اون فکر ممکنه یه خاطره خیلی بد یا یه اتفاق در گذشته باشه ولی اونا خبر ندارن، به خاطر همین اونا افسرده و ناراحت میشه. حالا ما میایم میگیم که چطوری با چه روشی میشه اینا رو پاکسازی کرد و از بین برد این افکار. خب اما باید قبلش چند تا نکته خیلی مهم رو توضیح بدم. یکی از اون نکته ها اینه که
این افکار و باورها و هر چی که تو ناخودآگاه شما هست به صورت یک سری زنجیری از نورون ها و عصب ها هستن که اینا به همدیگه وصل شدن و به همدیگه گره خوردن و نزدیک هم قرار گرفتن و اینا یک حلقه ای رو یا یک زنجیر رو تشکیل دادن. خب یکی از جمله هایی که توی عصب شناسی میگن و خیلی مهمه اینه که میگن نورونز وایر توگیدر فایر توگیدر، یعنی که اعصاب به همدیگه میپیچن به همدیگه میچسبن. خب یعنی چی؟ یعنی این که چند تا فکر کوچیک که چند تا نورون هست اینا میاد کنار هم دیگه یک زنجیر رو به هم درست میکنه، متصل میشه و این زنجیر طولانی میشه و این زنجیر مدام کلوفتر و کلوفتر میشه. وقتی که شما بازم اون فکر رو در حال پردازش هستین به اون زنجیر عصبهای دیگه هم متصل میشن و این کلوفتر و کلوفتر میکنه. و خوبی این نکته اینه که این نورون ها چون توی فضای خیلی شناور هستن همونطوری که به همدیگه زنجیر میشن و وصل میشن به همون صورت هم میتونن از هم جدا بشن. بس نگران نباشین اگه آدم ناراحتی هستین، افسرده این و خیلی مشکلات دیگه دارین، میشه این افکار رو پاره کرد و از بین برد و این شبکه رو ضعیف کرد و از بینش برد و میشه فکرهای حتی خوشحال کننده و بهتری رو ساخت. پس اصلا نگران نباشید. ما تو این ویدیو راه‌های خیلی ساده‌ای رو میایم اجرا می‌کنیم به صورت آزمایشی بین دو نفر با گفتمان که میشه این افکار رو پاره کرد، از بین برد و ذهن یه نفر پاکسازی کرد. خب نکته دیگه‌ای که در مورد این زمینه وجود داره اینه که این افکار از قسمت بیرونی یا همون پوسته سر شروع میشن و در نهایت به مرکز مغز یا همون حالا جایی که بهش میگن کورتکس یا قسمت مرکزی مغز متصل میشه. و اینا چیکار میکنن؟ این افکار وقتی که دائما پردازش میشن، یعنی فکر از ابتدایی ترین قسمت شروع میکنه و میره به انتهایی ترین قسمت بر اساس اون پالسای الکتریکی که عبور میکنه، وقتی که به انتهایی ترین قسمت میرسه این تبدیل میشه به یک پیام شیمیایی، یعنی این توی مغز طی میشه و این فرستاده میشه به قسمت‌های پایینی بدن انسان و به صورت یک ترکیب شیمیایی در بدن آزاد میشه. و این ترکیب شیمیایی دقیقا مثل همون فکر و همون پالس‌های الکتریکی در مغز عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه به همون صورتی که در ذهن شما یک فکری مرور میشه و شما یه حسی پیدا میکنید، این فکر تبدیل میشه به یک پیام شیمیایی و در بدن شما یک آنزیمهایی ترشح میشه و اینا باعث میشه که حس ناراحتی و خوشحالی نسبت به اون موضوع تو بدن شما ایجاد بشه. پس بدن شما هم مثل یک مغزه که به جای پالس‌های الکتریکی در اون پالس‌های شیمیایی در حال جابجا شدن و این چرخه میتونه ادامه پیدا کنه. یعنی بدن و مغز با همدیگه یک چرخه رو تشکیل میدن. ذهن شما این فکر رو مرور میکنه دائما و تو بدن شما اون ماده شیمیایی ترشح میشه و چون بدن شما اون ماده شیمیایی رو میچشه، حس میکنه و لمسش میکنه و درکش میکنه، دوباره اون فکر رو تو ذهن شما دوباره پردازش میکنه. پس شما توی یک چرخه میافتید. و این نکته این اهمیت رو داره که وقتی که شما یه اتفاق خیلی بد در گذشته برای شما افتاده یا یک باور بدی یا یک فکر بدی داشتین، این فکر میاد یه بار که طی میشه امروز همون ماده شیمیایی تو بدن شما دوباره ترشح میشه و دوباره اون ماده شیمیایی باعث میشه که همون حس رو پیدا کنی، همون حسی که در اون روز حادثه شما داشتید. میخوام یکی دو تا مثال در مورد این افکار بد و این باورهای بد که چطوری میتونن باشن و چی کار میتونن بکنن براتون بزنم تا بیشتر ملموس بشه، تا بعد بریم سراغ اون راه حل همه این. فرض کنید یک کودکی رو از بچگی بهش یه سری افکاری رو به ترتیبی که میگم دادن و این رفته تو ذهنش. اون افکار به این صورت بوده که حیوان شیر موجود بی‌آزاری، شیر بزرگه و اگر بتونی در مقابلش بیستی
تو آدم قوی هستی. اگر یک حیوان شیر به تو نزدیک بشه و تو در مقابلش بیستی، اون از تو خواهد ترسید. این یه باوری که ما به یک بچه میدیم، از بچگی با این باور بزرگش میکنیم. باوری که بهش میدیم اینه که شیر نمیتونه با تو کاری بکنه. باور بعدی که بهش میدیم اینه که اگر تو در مقابل یک شیر بتونی بیستی، همه آدمای دنیا به عنوان قهرمان تو رو میشناسن. و باور بعدی که بهش میدیم اینه که اگر یک نفر در مقابل شیر بتونه بیسته، به بهترین مکان میفرستنش و همه چیزهای خوب تو زندگیش به دست میاره. این باورها به صورت زنجیری از فکر هستن و ما اینو تو ذهن یک کودک میکاریم از بچگی. وقتی که این بزرگ میشه، زنجیری از فکرها در مورد این شیر تو ذهنش هست و این زنجیره مدام در حال پرگردش. اگر یک روزی یک حیوان واقعی، یک شیر واقعی در یک مکانی به اون نزدیک بشه، این فکری که تو سالها تو ذهنش بوده باعث میشه که اون فردی که حالا بزرگ شده بیسته و سعی کنه در مقابل اون شیر خودش رو قوی نشون بده و فرار نمیکنه. اون شیر ممکنه بیاد حمله کنه و قسمتی از بدن اونو بکنه، دستشو مثلا قطع کنه، ولی اون فرد هنوزم ذهنش سعی میکنه ایستادگی کنه و این دقیقاً عمل کرده یک باور و یک فکر تو ذهن آدم. خب حالا میخوام یه مثالی بزنم تو دنیای واقعی که ببینید چطور هست. این مثال رو در گذشته در فیلمی به نام اینسپشن هم ساختن. شما فرض کنید که به ذهن یک نفر افکاری داده بشه که اینا به صورت زنجیری به این صورت گفته میشن. فکر اول به این صورت هست که این دنیایی که ما درونش هستیم دنیای واقعی نیست. مثل همون فکری که کارگزار خواب در فیلم اینسپشن به همسرش مال داده بود، که این دنیایی که ما الان توش هستیم دنیای واقعی نیست. فکر بعدی این هستش که غیر از این دنیا دنیای دیگه‌ای وجود داره که بعد از مرگ ما به اونجا میریم و اون دنیای اصلی هست و اون بهترین دنیا هست. این هم یه فکر دیگه است که به اون نفر دادن و بهش یاد دادن که اگر بمیری از این دنیا به دنیای دیگری منتقل میشی. فکر سومی که به اون فرد دادن این هستش که اگر در راه خدا کشته بشی یا بمیری، به دنیای خیلی خوبی میری که اون بهشت هست و این دنیا خیلی بهتر از دنیا هست. خب این هم یه فکر دیگه است. حالا این فردی که این سه چهار فکر تو ذهنش به صورت زنجیر به هم یک باوری رو ساخته به نام جهاد یا به هر نامی که شما میشناسید، این با این فکر بزرگ میشه و رشد میکنه. این فکر هم تو ذهنش کلی عصب به هم تنیده میشه و یک فکر بزرگ میسازه و کلوف میشه. و این آدم وقتی که بزرگ میشه فکر میکنه که این دنیایی که توش هست دنیای واقعی نیست، در صورتی که این دنیا دنیای واقعیه و این چیزی که بهش گفتن دروغه، ولی خب اینجوری باور میکنه که این دنیا دنیای واقعی نیست، ما باید بمیریم تا به بهشت بریم که دنیای واقعی دیگه است بعد از مرگ، و خب شاید همچین دنیایی وجود نداشته باشه ولی اون نفر اینو باور داره. و بعد اگر در راه خدا کشته بشیم ما به بهشت حتما میریم. این چند تا فکر کنار هم یک باوری میسازه که حالا اگه به این نفر شما یک بمب بدی بگی به خودت ببند برو تو این ساختمون خودتو منفجر کن تا بری بهشت در راه خدا، این کارو میکنه. و دقیقاً توی این فیلم اینسپشن همین موضوع هست که اون خوابگزار به همسرش همچین فکر رو میده و اون وقتی که به دنیای واقعی، یعنی از خواب بیدار میشه میاد به دنیای واقعی، فکر میکنه تو این دنیایی هم که هست دنیای غیر واقعیه و باید بمیره یا خودکشی کنه تا به دنیای واقعی به بهشت بره، به دنیای اصلی، و خودش از پنجره پرت میکنه پایین و میمیره. خب پس به این صورت میشه یک زنجیری از افکار به این نفر داد، یک باوری تو ذهنش ساخت که مجموعی از عصب‌ها هستن و اون نفر حتی تا پای مرگ در مقابل این فکر خودشو در اختیار این فکر میذاره و ایستادگی نمیکنه، به خاطر اینکه اون فکر تو ذهنش پردازش میشه و یک ماده شیمیایی تو بدن ترشح میشه که حس خوبی میده و میگه این درسته. خب و یه نکته‌ای هم که حالا شاید وقت ویدیو زیاد گرفته باشه و اینو بزنم بگم، از اینجا ما میفهمیم که انسان‌ها بر اساس منطق فکر و عمل نمی‌کنند.
انسان ها بر اساس احساسشون و اون ماده شیمیایی که تو بدنشون دائما در حال ترشح شدنه و اون حسی که به اون میده تصمیم میگیرن و ممکنه خیلی از افکار انسان ها باورهای انسان ها غیر منطقی باشه، ولی آدم ها این فکر غیر منطقی رو دنبال میکنن و اجراش میکنن. خب امیدوارم از این ویدیو تا اینجا خسته نشده باشین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین و فکر کردین که این شبکه میتونه به شما کمک کنه، میتونین سابسکرایب کنین و این ویدیو رو لایک کنین تا آدمای بیشتری این ویدیو رو ببینن. تو قسمت بعدی ویدیو میریم با یکی از دوستای من صحبت میکنیم به صورت تصویری و بعضی از افکار ناراحت و افسرده رو تو ذهنش سعی میکنیم پاک کنیم. سلام عیسا، خوبی؟ سلام علی جان، خوبم، مرسی. خب یه معرفی مختصر از خودت به ما بده که ما بدونیم. من عیسا هستم، در حال حاضر پیسی سرگی میکنم و توی شرکت مشغول به کار هستم به عنوان آرکیتکت و همینطور کنسلر هستم، نقاش هستم به مدت 20 ساله دیگه. من الان 20 بچه بودم دیگه نقاشی میکشم، الان 29 سالمه و به مدت 20 سال نقاشی میکشم و الان هم که در حال حاضر توی شرکت معماری نقاشیتو دیدم، خیلی نقاشی خوبی بودن، خیلی فوق العاده حرفه‌ای بود و خب دوست دارم منم به اون سطح برسم ولی نشدش. خب بریم سراغ اصل مطلب. ببین، برای اینکه پاکسازی کنیم ذهن یه نفر رو و اون فکرهایی که ناراحته توی ذهنش اونا رو از بین ببریم، ما یه سری سوال میپرسیم و بعد با توجه به اون سوالات شروع میکنیم دونه دونه اون افکار رو پیدا میکنیم و حذفشون میکنیم. خب و این کارم خیلی ساده، فقط با یه سری سوال جواب خیلی ساده انجام میشه. خب همین الان به من بگو که مثلا چه ناراحتی هایی تو همین روزهای هفته همین الان تو ذهنت میاد گاهی وقتا؟ افکار ناراحت کننده فکر نکنم داشته باشم، بیشتر در حال حاضر شک و تردید دارم و این شک و تردید خیلی انرژی میگیره و همینا باعث میشه که من اصلا به... ببین عیسی، گفتی که تو شک و تردید داری، میشه درباره این شک و تردید بگی که درباره چی هست؟ یه موقعیت کاری جدید شد که مسیر زندگی میتونه عوض کنه و همین به هم خیلی احساس ناامنیت داده و استرس فشار نسبت به آیندم. چرا به این موقعیت جدید شک داری؟ چون هیچ اطلاعات ازش ندارم، چون تجربه زیادی هم در زمینه ندارم، فقط چیزی که هست علاقه هست. پس تو الان میترسی از اینکه ته این انتخاب جدید بد بشه، درسته؟ خب حالا اگه این راه جدید رو انتخاب کنی و تهش بد بشه چی میشه؟ یعنی موفق نشی و شکست بخوری چی میشه؟ زندگی خودم از دست دادم. خب اگه زندگی تو از دست بدی چی میشه؟ مسئله خودم نیست، من بد آدم خود پسندی نیستم که حالا به تایی داستان برسم و افسوس بشه بخورم، ولی شاید افسوس بخورم که چرا با تصمیم اشتباه نتونستم عزیزانم رو حمایت کنم و این افکار منو ندارد، این افکار به این استرس میده. خب اگه نتونی عزیزانتو حمایت کنی از نظر مالی یا هرچی چی میشه؟ اونطور که باید با کیفیت زندگی کنم یه زندگی با کیفیت رو تجربه نمی کنم دیگه. خب اگه عزیزانت خانوادت زندگی بی کیفیتی رو تجربه کنن کلن چی میشه؟ چیزی نمیشه، ولی میتونن به جاش خیلی آزادتر و رهاتر و خیلی قشنگتر و زیباتر با کیفیتتر زندگی کنم. چرا این کارو نکنم؟ خب اگه
خانوادت با کیفیت زندگی نکنن و خیلی در خفقان زندگی کنن چی میشه؟ خوب نیست چرا خانواده من نتونم توی شرایط خیلی با کیفیت زندگی نکنم که توی وقتی من میتونم با تصمیم مختم حالا بگنوی اونا رو حمایت کنم از زانما خب چرا چیزی که از توان من برمیاد این کار رو انجام ندم؟ خب فکر کن حالا نتونستی این کار رو کنی و اونا بی کیفیت زندگی کردن چی میشه؟ یعنی چی میشه؟ یعنی لحظات زندگیشون خوب نمیگذاره دیگه، چیزی که ارزشمند هست برای من یا برای هر کسی دیگه میتونه باشه اینه که تاثیرگذار باشه، وگرنه تک تک لحظات زندگی من هیچ معنایی نداره. دوزین خب اگه زندگیت بی معنی بشه چی میشه؟ بی معنی بشه؟ اگه تاثیرگذار نباشی چی میشه مثلا؟ بی تاثیر باشی؟ دیگه یک آدم آشکار بی شعور به درد نخور دیگه. خب اگه یه آدم به درد نخور بشی چی میشه؟ بی فایده برای خودم، برای زندگی نتونستم استفاده کنم. خب اگه از زندگیت استفاده این نتونسته باشی بکنی، اگه بیفایده بشی چی میشه مثلا؟ تا آخر عمرت بیفایده بشی؟ افسوس میخورم. خب اگه کل زندگیت افسوس بخوری چی میشه؟ کلش افسوس بخورم، خشمگین میشم. خب اگه مثلا خشمگین بشی کلن چی میشه؟ میدونم زندگی های بقیه رو نامید میکنم در حد توانم، کسی رو که تاسبانی این عوامل شده در حد توانم سعی میکنم به اونها ذره بزنم. خب اگه همه مثلا دشمن ها عوامل رو بزنی زندگیشون رو نابود کنی چی میشه؟ بگارم بیش میرسم در اول اونطوری یک آرامشی بگه آرامش میرسم. یه مدوان کسایی که واسه بانی این مضاف دادن من ضربش خوردم. خب پس اگه آخر زندگیت به آرامش برسی چی میشه؟ کلن همه رو نابود کنی و به آرامش برسی چی میشه؟ خیلی قشنگ پایان زندگی میشه، خب اگه پایان زندگیت قشنگ شد چی میشه؟ چیز نمیشه. خب حالا بذار بریم سر یه موضوع دیگه. من الان توی صورت تو خمیازه دیدم، قشنگ دیدمش توی ویدیو و خب این خستگی رو نشون میده. خب یعنی مغز تو الان خسته شده میخواد. این به این معنیه که بعضی از اون تارای عصبی که فکرای منفی بودن توی ذهن توی ناخودآگاه اینا داشتن پاره میشدن و ضعیف میشدن و به خاطر همینم الان تو داری همش خمیازه میکشی. خب و مغز تو داره اون عصبا کار میکنه، یعنی عصبا رو داره از بین میبره میکشه. اون عصبا یه سری عصبایی هستند که یه رشته کلفتی از افکار منفی و بد و ناراحت. بچه موقع ادیت کردن من یادم اومد که نگفتم بهتون، من روانشناسی یا عصبشناسی توی دانشگاه یا مدرک آکادمیک نرفتم بگیرم، اما با توجه به مربیایی که داشتم مثل امید که منتور یا مربی من بوده و سلف استادیایی که کردم، خودخوانی و آموزشایی که دیدم،
میتونم تراپی ذهنی انجام بدم و با دوستان این کار رو انجام میدم، ولی این به عنوان فقط مربیگری هست و ما مدرک پزشکی رو نرفتیم دنبالش و علاقه هم بهش ندارم. من اعتقادی ندارم که آدم باید مدرک دانشگاهی بگیره تا یه چیزی یاد بگیره. اعتقاد دارم خودمون باید بخونیم و یاد بگیریم و نهایتاً یک کوچ یا مربی یا منتور داشته باشیم. و مربی من آقای امید هستم که ایشون اگه در آینده دوره های تجاری ایشون بیاد بیرون، لینکشو پایین این دیسکریپشن بالای ویدیو یه جایی براتون میذارم یا پست میکنم توی کانال یوتیوبم که اگه بخواید به این ثبت نام کنید. امروز رفتی بیرون خرید توی فروشگاه های سوئیس، چه مردم سوئیس رو دیدی؟ چه حسی داشتی؟ اگه زندگی تو کلش بیکیفیت باشه چی میشه؟ خشمگین میشه. اگه خشمگین بشی چی میشه؟ سعی میکنم در حد توانم خشمم تخلیه به کسی که به حساب نشدم. اگه خشمتو تخلیه کنی چی میشه؟ خب اگه دلت خنک بشه چی میشه ایسا؟ سبکی میشه. اگه سبک بشی چی میشه؟ هیچ، اصلا نیستی بودم. اگه نیست بشی چی میشه؟ اگه تو نباشی چی میشه ایسا؟ خوبه خوبه، این خوبه، این الان یه مقدار تو رو خسته تر کرد و این نشون میده که عصب رو دارن کشته میشه. این خوبه. الان چه حسی داری؟ بگو. به اندازه کافی فکر میکنم خستت کردم و کلی از اون اعصاب رو کشتم و خوب بود برای جلسه امروز. خیلی ممنون ایسا که امروز اومدی با هم مصاحبه کردی. خیلی ممنون، یعنی اصلا خیلی کار بزرگی کردی و این شهامت تو رو نشون میده که بیای مشکلات تو بگی با یه نفر، چون که این مشکل تو فقط نیست ایسا. بدون که همه مردم ما توی کشور خیلی ناراحت دارن زندگی میکنن به خاطر مسائل اقتصادی، مسائل مختلف. خب خیلی ها مثل من و تو هم. منم همین دوره رو گذروندم. منم یه روزی در مقابل یکی از استادام نشستم و همینجوری هی سوال جواب دادم و همینجوری از من احساساتم پرسیده و من بهش جواب دادم برای هر چیزی. خب و ذهنمو پاک کردم و الان دارم برای تو این کارو میکنم. امیدوارم که هم تو یاد بگیری برای یکی از دوستات این کارو بکنی، همون بیننده هایی که توی خونن یاد بگیرن این کار رو برای خودشون انجام بدن، ذهنشون رو پاک کنن و اینجوری انرژی درونیشون بالا بره. انسان هایی که انرژی درونی دارن که حالا من چارتش رو روی صفحه میذارم، یه چارت مثلثیه که دقیقا میگه که چه احساساتی چه انرژی هایی دارن و اون انرژی، اون احساساتی که منفی است و پایین نوشته، مثلا گناه، شرم، انتقام، اینا انرژی منفی دارن و بازم هست من به خاطر نمیارم و انرژی و اون احساساتی که انرژی مثبت و بالایی دارن رو هم روی این چارت نوشته شده در قسمت بالایی که اون انرژی مثبتی دارن، مثل رها کردن، اکسپتنس بهش میگن خارجی ها، یعنی رها کنی اون اتفاق بدی که افتاده رو، رها کن، ولش کن، اصلا دیگه برات مهم نباشه، یا مثلا بخشش، بخشش آدم ها، اینا انرژی بالایی داره. خب و خیلی دیگه که ما باز تو بخشای بعدی اینا رو در بحث صحبت کنیم، ویدیوهای دیگه میسازیم، روشای دیگه رو میگیم و لینکشو این بالا براتون میذاریم، دیسکریپشن هم این لینک ها رو میذاریم و ویدیوهای بعدی ما رو در مورد این افزایش انرژی بالا ببرید. بچه من در آخر دو تا از ویدیوهای خودم این بالا میذارم براتون که ببینید و تا ویدیوهای بعدی
اگر از این ویدیو خوشتون اومد این شبکه رو سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.